سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به اعتراض جنجالی مهدی مهدوی‌کیا به حکومت در خصوص بدرفتاری با مادران داغدیده اعتراضات میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. چند روزی از انتشار تصویر مادر نوید افگاری در پشت درب وزارت اطلاعات میگذره و همچنان انتظار این مادر از بیخبری دخترش در فضای مجازی موجب تأسف بسیاری از مردم، هنرمندان و ورزشکاران شد. بعد از گذشت 3 روز از بازداشت الهام افگاری توسط نیروهای امنیتی، بهی نامجو مادر نوید افگاری به نشانه اعتراض به بازداشت دخترش و عدم پاسخگویی مقامات مقابل درب بازداشتگاه شیراز واقع در خیابان سپاه این شهر حضور یافت و خواستار آزادی فرزند شد. این تصویر کافی بود تا موجی از انتقاد به دولت صورت بگیره و مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی که از شروع اعتراضات همانند علی کریمی در کنار مردم بود، با انتشار متنی تند و جنجالی اعتراض خودش رو به عملکرد حکومت نشون بده. او که این روزها در غم از دست دادن پدرش در سوگ نشسته، در پاسخ به محسن کوهکن نماینده مجلس که گفته بود ما مرجع تقلید و رئیس جمهور رو حذف کردیم، ورزشکار که سهله گفته هر کسی موافق عقاید و رفتار شما نباشد باید حذف شود، در پی هر اشتباهی به جای عذرخواهی و دلجویی از مردم با توجیه و زور خشم و نفرت مردم رو بیشتر میکنید، با وعده های دروغین و به کارگیری افراد نالایق اقتصاد کشور رو فلج کردید. مسکن، مواد غذایی، دلار. از آه این مادران بترسید. بیشتر از این چشم انتظارشون نگذارید. هر کسی و از هر قشری از اوضاع مملکت ناراضی باشد باید حذف شود. دانش آموز، دانشجو، معلم، کارگر، پزشک، روزنامه نگار، فعال سیاسی و غیره همه در زندان. با تصمیمات و سیاست‌های غلط زندگی و معیشت مردم رو به خطر انداختید. مردم همه چیز رو می‌بینند و به درستی تحلیل می‌کنند و اخبار صحیح و غلط رو به خوبی تشخیص می‌دهند. به شعورشون توهین نکنید. مهدوی‌کیا، کاپیتان سابق تیم ملی، با حمایت از علی کریمی هم نوشته بود برادر، در مقابل بعضی آدم‌ها و اتفاقات دنیای امروز بهترین جواب سکوته. علی کریمی میتونست با نون حلالی که از قدرت بازوش به دست آورده هر جای دنیا راحت و بدون دردسر زندگی کنه. چیزی تو دلش نیست و سیاست بازی هم بلد نیست. این آدم اصیل و ارزشمنده. خیلی بهتر از اوناییه که همیشه وسط لحافن. مهدی مهدوی‌کیا، ستاره پیشین فوتبال ایران و سرمربی سابق تیم فوتبال امید، از برخورد شدید با اعتراضات مردم ایران انتقاد کرد. در حمایت از اعتراضات در صفحه شخصی خودش نوشت: چرا با برخورد شدید اعتراضات آرام مردم رو به آشوب تبدیل می‌کنید؟ و در آخر سر هم به جای پاسخگویی با واژه اغتشاشگر به دنبال حل صورت مسئله اید. مهدی مهدوی‌کیا همچنین از ضرب و شتم زنان در خیابان‌ها انتقاد کرد و نوشت: حق مردمی که در طول این سال‌ها با جنگ، تحریم و بسیاری از مشکلات مبارزه کردند این نیست. کاپیتان پیشین تیم ملی در واکنش به سرکوب معترضان در سنندج و زاهدان هم نوشت: این ایران ماست، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، روستا به روستا، شهر به شهر، همه قومیت ها با هم در کنار هم ایرانی هستیم. و همچنین در خصوص تیتر روزنامه همشهری در مورد ماجرای پلیس نماها در شهر هم اعتراض کرد و نوشت: خجالت بکشید، به شعور مردم توهین نکنید، قلمی که برای مردم نمیزنید، حداقل نمک رو زخمشون نپاشید، خفه خون گرفتن بعضی وقتها بدم نیست. ملی پوش سابق تیم ملی، پرسپولیس و هامبورگ در بخشی از متنش خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی هم نوشته: نمی شود دختری را به خاطر حجاب زیر خاک دفن کرد، ولی فرزندانتان آزادانه در آن سوی دنیا بگردند.
او همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی در ایران از تخصیص بودجه کشور برای مؤسسات خاص انتقاد و این پرسش رو مطرح کرده. چرا با برخورد شدید اعتراضات آرام مردم رو به آشوب تبدیل می‌کنید و در آخر سر هم به جای پاسخگویی با واژه اغتشاشگر به دنبال حل صورت مسئله اید؟ این ستاره و پیشکسوت فوتبال ایران و آسیا در واکنش به اعتراضات مردمی تصویر منتشر کرد و نوشت: مردم ایران رو مقابل یکدیگر قرار ندهید. ما همه ایرانی هستیم. وطن شرافت ماست. عدالت اجتماعی برای همه. مهدوی کیا هم با انتشار پستی در اینستاگرامش به اعتراضات مردمی اخیر واکنش نشون داد و نوشت: مشکل اصلی مردم با تضاد در گفتار و کرداره. نمی شود با دختری آنگونه رفتار کرد ولی فرزندان خودتون آزادانه در اونور دنیا بگردن. نمی شود مردم رو به پوشیدن لنگ و خوردن نان خشک دعوت کرد ولی فرزندان خودتون در بهترین نقاط دنیا در رفاه مطلق باشن. با تجمعات کشاورزان، کارگران، معلم‌ها، بازنشسته‌ها، مالباختگان مؤسسات مالی و بقیه قشرها که برای حق و حقوقشون اعتراض کردند چگونه برخورد شد؟ به جای حل مسئله و رسیدگی به خواسته هاشون و پاسخگویی و پیدا کردن راه حل، صورت مسئله رو پاک کردید. به مردم بی احترامی شد و مشکلات روی هم جمع شد. حق مردمی که در طول این سالها با جنگ، تحریم و بسیاری از مشکلات مبارزه کردند این نیست. اینها مردم این کشورند، از کره مریخ که نیومدن. با صدا و سیمای شما و فرهنگ سازی شما بزرگ شدند. مشکلات اقتصادی و معیشتی روز به روز بیشتر میشه و اونها به دنبال عدالت اجتماعی و رفاهی برای همه مردم هستند. نه اینکه ثروت این مملکت با این همه منابع طبیعی در اختیار یک عده محدود باشه. مردم میفهمند فاصله طبقاتی رو میبینند. اختلاس و فقر علنی شده. در همه جای دنیا مردم برای به دست آوردن حق و حقوقشون مطالبه میکنند. مگر میشود در مملکت ما هیچ مشکلی وجود نداشته باشه؟ به جای پاسخگویی به دنبال حل صورت مسئله اید. و در آخر کسی که با مردم مدارا نمی کنه یه نگاهی تو آینه به خودش بکنه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.